خانم آقایون سلام، عرض کردم من دکتر بقا هستم. قبل از اینکه شروع کنم راجع به مسائل خیلی مهم و خبرهای خیلی عالی برای شما داشته باشم، بهتون بگم که اول سال ما، یعنی بنده و کسایی که بر من کار میکنن در سراسر دنیا، آقای دکتر سهراب خوشبین رو که ایشون پرزیدنت کنیدین کالج هستن، ایشون رو به پرزیدنت سال انتخاب کردیم و راجع به ایشون نوشتیم. بیشتر مردم در دنیا آقای دکتر خوشبین رو میشناسن، ایشون خیلی مرد شریفی هستن. ایشون در چند تا برنامهشون راجع به من خیلی لطف کردن، صحبت کردن و جواب مردم رو به جای بنده دادن. من شخصا به ایشون تلفن کردم، از ایشون تشکر کردم و امسال، یعنی 2014، یعنی 14، ایشون انتخاب شدن به پرزیدنت سال. ما از ایشون تشکر میکنیم به خاطر کمکایی که به مردم تا حالا خیلی زیاد کرده. مردم ایشون رو خیلی دوست دارن. من برای ایشون این نیوزلتر رو ایمیل کردم و امیدوار هستم که ایشون گرفته باشه و امیدوار هستم که ایشون بدون ما چقدر از ایشون تشکر میکنیم به خاطر زحمت‌های زیادی که ایشون برای مردم کشیده سراسر دنیا. اما عرض کنم بزرگتون که خبر خیلی خوبی که براتون دارم، دو شب پیش UCLA، دانشگاه UCLA که بیمارستانم داره، به من تلفن زدن و گفتن قرص هایی که شما درست کردید همشون رو ما اپروف کردیم، یعنی گارانتی کردیم اوکیه که این میره به دولت و دولت این قرص هایی که یونیورسیتی قبول میکنه و اپروف میکنه، دولت هم اینا رو اپروف میکنه، یعنی FDA اپروول خواهد شد. اما راجع به این قرصا چیا هست؟ این قرصا، یکیش اون قرص مال خونه که این قرص رو من درست کردم و این مدتی طول کشیده. این قرصا رو من برای خون درست کردم، ولی کارهایی که آزمایشگاه به ما گفته ایناست. غیر از تمیسی خون، تمیسی جگر، تمیسی کیدنی، تمیسی هارمفول بکتریا، بکتریایی که خیلی ضرر داره اونا رو درست میکنه، ایست و اکنی مال صورت که جوش میزنه اونا رو بین میبره، اگزاما از بین میبره، سورایسس از بین میبره، رشز از بین میبره، بالانس هورمون، هورمونا رو بالانس میکنه در بدن و دیابتیک رو کمک میکنه و آرترایتیس رو کمک میکنه و بالانس میکنه، هورمونا رو بالانس میکنه و عرض کنم بزرگتون که هلپ، کمک میکنه به دایجستشن. شما غذا که میخورید اینو حل میکنه و کمک زیاد میکنه بهش. دایجستشن دوباره و سوتروت به سرماخوردگی خیلی کمک میکنه. من یه خانمی که ایشون مال نیوجرسیه، من ایشون رو تا الان ندیدم و از ایشون خواستم که باهاشون روی تلویزیون صحبت بکنم، من الان به ایشون تلفن میزنم و از ایشون میخوام که ایشون خودش بگه که ایشون وقتی که این قرص خورد چه کاری، چه اتفاقی براش افتاد. خواهش میکنم به تلفن به شما بزنم گوش بدید. سلام عرض کردم خانم، ممکنه خود بلندتر صحبت کنید؟ من تلویزیون هستم، دکتر بقا هستم و خواستم ببینم اولا حالتون چطوره و در ثانی جانم ممنونم، متشکرم.
خواهش میکنم. چه فرمودید خانم؟ بله. میخواستم از شما سوال کنم که اون قرص هایی که من براتون فرستادم در حدود 2-3 ماه پیش، این قرص ها اصلا به شما کمک کرده یا نکرده؟ و اونایی که بزرگتر بودن خب به مقدار کوچیک شدن ولی آب نشدن هنوز، ولی خیلی کمک به شما کردن. خیلی کمک کردن و به شما نمیتونم بگم دکتر، بله میتونم بهتون بگم دانشمند. واقعا من سالها بود دنبال داروهای گیاهی و خیلی دارو استفاده کردم ولی هیچ اثری ندادش. بله. ولی شما میدونی که این داروها UCLA، دانشگاه UCLA و بیمارستان UCLA اینا رو قبول کردن و فرستادنشون به دولت که FDA اپرووال بشه. من به شما عرض کردم، درسته؟ در صورت من از شما خیلی ممنون هستم که تشریف آوردید تلویزیون، به هموطنان خودمون این خبر رو بدید و بهتونم عرض کردم که آزمایشگاه گفته که این قرصا چه کارهایی برای مردم انجام میده. اینا رو همه تون بهتون گفتم، تلفن زدم بهتون گفتم، درسته؟ خانم من اسم شما رو نمیگم ولی از شما تشکر میکنم. من همیشه شما رو خواهر صداتون میکنم. شما واقعا از خواهر برای من بهتر هستید و ازتون خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. در ضمن این آقای دکتر خوشبین رو ما نشون دادیم و ایشون رو کردیمش پرزیدنت سال، برای که ایشون دانشگاه داره و پرزیدنت دانشگاه هستش و از این که شما تلفن کردید و ایشون به شما و خیلی کسای دیگه از بنده صحبت کرده، من از ایشون جلوی شما و همه ازشون تشکر کردم و میکنم. خیلی متشکرم، خیلی ممنون، خداحافظ. همونطور که شما دیدید این خانم قده زیادی دو بدنش داشت و این قرص باعث این شد که این قرص ها این قده ها از بین بره. توجه میکنی؟ اما یه عده زیادی راجع به این سارا خانم صحبت کردن که برای من کار میکنه در ایران. من میخوام دوباره به ایشون تلفن کنم و عرض کنم به حضورتون که بگم خودشون یه دفعه دیگه بگن که شماره تلفنشون چیه و چه شماره‌ای دارن که شما باشون تماس بگیرید. البته می‌دونید ساعت 6 صبح اونجا. متأسفانه مثل که ایشون از خواب بیدار نشدن. متاسفانه من نتونستم ایشون رو بگیرم رو تلفن، با اینی که بهشون گفته بودم بهش تلفن میکنم. در هر صورت ما سعی میکنیم تا میتونیم به مردم تلفن ایشون رو در ایران بدیم که باهاشون تماس بگیرم. عشق کنم بزرگتون که یه عده زیادی مردم از ایران به من تلفن میکنن و اظهار لطف، انسانیت و برادری میکنن. من ازشون خیلی متشکر هستم. یه عده میخوان که من در ایران بهشون دکترایی که آنکولوژیست هستن معرفی کنم. متاسفانه من این کار رو نمیتونم بکنم، برای خاطری که من در ایران بزرگ نشدم، در آمریکا بزرگ شدم و دکترایی که اونجا هستن من نمیشناسم و چند نفری هم که من میشناختم اینا رو معرفی کردم ولی متاسفانه مردم زیاد چیزای خوب نداشتن بگن راجبشون. از این بابت من خیلی متاسفم، ولی من تنها کسی که میتونم به شما معرفی کنم خودم هستم و اون کسایی که من تا حالا کمکشون کردم. اگر دوست دارن، اگر دلشون میخواد تو این برنامه به من تلفن بزنن و خودشون بگن که چی بوده، چی شده، چه کمک‌هایی بهشون شده و من در خدمتشون هستم
و میذارم خودشون با مردم صحبت کنن. اصلا خیلی کار خوبی هست اگه این کار بکنن. اون مقدار زیادی که من میشناسم، کسایی که من بهشون میگفتم شما این کار بکنید، این کار نکنید، اینجوری بکنید، اینجور نکنید و اگر این کار رو شما به این صورت انجام ندید نتیجه نخواهید گرفت، من متاسفم از اینی که بعضی از این آدمای خیلی خوب متاسفانه اینها به حرفای صحیح گوش نکردن و حرفای دیگه گوش کردن و نتونستن نتیجه مثبت بگیرن به خاطر همین برنامه‌هایی که خودتون بهتر میدونید. اما راجب این قرص‌ها که من خیلی دوست دارم صحبت بکنم راجبش، این قرص‌ها همونطور که بهتون عرض کردم، این قرص‌ها رو فکر نمی‌کنم که کسی الان دیگه سوالی راجبش داشته باشه، برای خاطری که اون آقایینی که به من تلفن می‌زدن و منو به قول معروف سینجین می‌کردن، جوابشون الان تو اینترنت هست، جوابشون الان توی عرض کنم بزرگتون توی یوتیوب هست و اگر خاطر مبارکتون باشه، من غیر از این که راجع به این مسائل صحبت کردم، راجع به این مسائل قشنگ فیلم برداری کردم، آوردم فیلم نشون دادم، بهتون نشون دادم که ABC تلویزیون، تلویزیون آمریکایی ABC، من جوابشون رو راجع به سرطان دادم، ایشون گفتم که سرطان خوب میشه، میتونه بشه، بنده قرصش رو دارم، تلفن اینجا نشون دادم به همه. این آقای اندرو که مهندس خیلی عالی سینما و تلویزیون و رادیو هست، ایشون این فیلم رو که آورد اینجا به همه شما نشون داد و البته مسئول تمام برنامه خود من هستم، ولی اومد چیکار کرد؟ من این برنامه رو به شما نشون داد، شما دیدید اینو. یه مقدار زیادی از مردم هم این قرص‌ها رو در ایران مصرف کردن و حالشون بهتر شده. من امیدوار هستم که اونایی که حالشون بهتر میشه سعی کنم با اون کسایی که مریض هستن باشون تماس بگیرن و اینا رو کمکشون بکنن. اما راجع به این بچه‌هایی که سرطان دارن، همون Heal the Children with Cancer Worldwide ایران، این سارا خانم یکی از کارهایی که در ایران برای ما میکنه اون این است که این بچه‌هایی که سرطان دارن و اینا تو این خونه‌هایی که براشون درست کردن، یا دولت یا ملت یا مرد، هر کسی درست کرده اینا اونجا هستن، اینا احتیاج به کمک شما دارن. اگه امکان داره شما تشریف ببرید اینا رو ببینید و سعی کنید تا میتونید به اینا کمک کنید. اینا احتیاج به کمک شما دارن. من خودم از اینجا هر سال برای بچه‌های سرطانی در سراسر دنیا، از آمریکا تا ایران، هر جا برای اینا پول میفرستم و این پولا رو مال خود من نیست، مال مردمی است که به من میدن که براشون بفرستم. کارهای دیگه که من میکنم این است که در آمریکا لب آب صبح که من میرم، یه مقدار آدمای گرسنه هستن، یه مقدار آدمایی هستن که اینا جا ندارن بخوابن، گرسنن، مریضن، سرطان دارن، اینا همشون میان اونجا با من صحبت کنن. من از $2 شده تا هر چی داشتم خودم شخصا بهشون دادم و یه مقدار زیادی هم برای اینا من پول گرفتم و بهشون دادم. تمام اینها ریپورتاش میره به دولت آمریکا و دولت آمریکا این رو داره و هر کس بخواد بهش میده. اما راجع به کسای دیگه، کمپانی‌های دیگه هستن، آدمای دیگه هستن، ایرانی‌های خیلی گل، خیلی خوب در اینجا که اینها هم کمک میکنن، اینها هم پارتی میندازن، خانوما میرن با هم جمع میشن، اینا پول جمع میکنن، این پولا رو میدن و عرض کنم به حضورتون که خیلی ها هستن که کمک میکنن، در اصل من از اونا خیلی متشکر هستم. اما یه مقدار زیادی مردم تلفن میکنن از ایران که اینا سرطان دارن و اینها نمیدونن چیکار کنن و اینا رو میرن اینا سراغ دکترهای دیگه و دکترهای دیگه میگن که آقا جان دیگه ما نمیتونیم حتی کاری برای تو بکنیم، نمیتونیم کمکت کنیم، شما دیگه برو خونه هرچی میخوای بخور، هر کاری میخوای بکنیم. من راجع به این مسئله خیلی صحبت کردم. من البته به تمام دکترها احترام میذارم چون درس خوندن، دکتر شدن اینا، ولی در این حال با اینی که دکترها این مریضا رو بهشون میگن تو 2 ماه 3 ماه دیگه 6 ماه دیگه وقت داری
که زنده باشی برو هر کاری میخوای بکنی بکن، تو در راه این نیست که تو دنیای دیگه بری. اینا کار غلطیه، اینا اصلا کار صحیح نیست. به نظر من دکتر هیچ وقت نباید به مریض بگه که تو میمیری، تو زیاد وقت نداری، هیچ وقت، حتی اگه یه روز شده. این خیلی کار اشتباهیه، برای که رفتن و آمدن ماها دست خداست. خدا هستش که راجع ما تصمیم میگیره. یه خانومیه، این خانوم عرض کنم بزرگ که مال یکی از این شهرستانهای ایرانه، به من یه روز تلفن زد، آقای دکتر میخوام به شما بگم که من مریض بودم، مریض سخت، سرطان داشتم و من دعا کردم به خدا و امیدم فقط به خدا گذاشتم و خدا منو خوب کرد. و من از اون موقع به این ور کاری که میکنم این است که میرم برای مردم پول جمع میکنم و این رو براشون خرج میکنم. و ایشون مرتب به من تلفن میزنه و به وسیله وایبر تلفن به من خبرهای خیلی عالی میده. من از این خانم که واقعا مثل خواهر من میمونه خیلی ازش تشکر میکنم. خیلی امیدوار هستم که خدا به ایشون بیشتر عمر بده و بیشتر ایشون رو کمک بکنه. هیچ چیزی بهتر از این نیست که شما بتونید بچه ها رو، مردم و کسایی که مریض هستن، اینا رو کمک بهشون بکنید. این خیلی خیلی کار صحیحه و خیلی کار درستیه. برابر این شما اگر میخواید حقیقت بدونید راجع به این مسائل خون، که این رو برای شما این قرصا رو قبلا درست نکردن، میتونستن درست کنن ولی نکردن، که الان مردم دارن راجع به صحبت میکنن که بله این درسته، کار صحیحه، این با این قرصا باعث میشه شما سرطان نگیرید. اصلا شما سرطان نخواهی گرفت وقتی این قرصا رو میخورید، چون این خون شما رو تمیز بکنه، بدنتون تمیزه، بدن شما تمیز باشه، شما همه اعضای بدن، در ضمن بدن شما قلیایی باید باشه و اکسیژن یادتون نره، اکسیژن به بدنتون بزنید. یا آقای مهندس ایرانی بود چند سال پیش در آمریکا، یا آبی درست کرد که این آبش توش اکسیژن بود و این باعث این میشد که مردم سرطان نگرفتن. ایشون پیش من اومد، من خیلی ایشون رو تشویق کردم. نمیدونم این مرد الان کجاست. اگر این برنامه رو، آقای مهندس، اگر این برنامه رو میبینی، خواهش میکنم با من تماس بگیر. من خیلی برای مریض های دنیا به شما احتیاج دارم. من همینطور که شما میدونید میلیون ها نفر به من تلفن میکنن از تمام کشورهای دنیا و این آب احتیاج است. و من میدونم این آقا حتما باید این آمریکا باشه و ایشون این کمپانی رو درست کرده بود. نمیدونم این کمپانی، اصلا فکر نمیکنم باشه دیگه، نمیدونم کمپانی ورشکست شد نشد، هست نیست. در صد آقای مهندس اسمتون یادم رفت، اگه یادتون باشه روزای شنبه هم دیگه رو میدیدیم در روز کافه. شما اگر اینجا هستید، من تلفنم، منو 100% میشناسید، دیدید، با هم 1000 دفعه صحبت کردیم. من دکتر بقا هستم، من شماره تلفنم نوشته شده اینجا و ازتون خواهش میکنم با من تماس بگیرید. آقای با ما تماس گرفت از کانادا، ایشون بنده رو از بچگی میشناخت و ایشون چندین ساله که نمیدونست من کجا بودم و من رو روی تلویزیون پیدا کرده بود، به من تلفن زد، من خیلی خوشحال کرد و دوباره خواستم به این دوست عزیز سلام عرض کنم، تشکر کنم و امیدوار هستم که ایشون سالم باشن و همیشه. و اگر ایشون، فامیلش، هر کسی اشکال و پرابلمی داره، خواهش میکنم با من تماس بگیرید، من در خدمتتون هستم. عرض کنم به زودون که مقدار زیادی از مردم از ما قرص خریدن، ما این قرص ها رو براشون فرستادیم و این قرص ها رو گرفتن و این قرص ها رو مصرف کردن و نتیجه شون این بوده که همه خیلی خوشحال هستن. من سعی میکنم تمام اینا رو بیارم رو تلویزیون همینجا. البته اینا همشون نمیخوان ما اسمشون رو بگیم، خودشون هم نمیخوان اسمشون رو بگن، فقط میخوان که ما اینا رو بیاریم و صحبت کنم و بگن که چه اتفاقی براشون افتاد.
من دیگه نمیدونم برنامه اینا چیه، چرا نمیخوان این کارو بکنن. الان در ایران سرطان زیاد شده و الان در ایران خیلی به من تلفن میزنن و من به اینا خیلی کمک میکنم. دولت هم به من گفته که تا میتونی به اینا کمک کن. این گفته های دولت از طرف این نمایندگانشون در آمریکا هست که به من تلفن میزنن. من همونطور که شما میدونید بارها بهتون گفتم اینا راجع به مردم ایران و برادران و خواهران همه ماها خیلی احساس خوب دارن، خیلی دوست دارن اینا رو بهشون کمک کنن و کسایی که میان به من تلفن میزنن میگن اینا اینجوریه اونا اونجوریه، هیچ کدوم اینا نیست. اینا آدمای خیلی خوبی هستن، اینا خیلی کمک میکنن به مردم که سرطانشون رو بین ببرن. خیلی به بنده شخصا تلفن شده، از طرف کنسولگری به من گفته شده که آقای دکتر شما تا میتونی به اینا کمک کن که من کمک میکنم و اگر هم چیزی بخوان براشون میفرستم، اگر هم کاری بخوان من براشون انجام میدم. این کسایی که خیلی شکایت میکنن و میگن این اینجوریه اون اونجوریه این بده اون اینه، اینا هیچ کدوم نیست عزیز من. ماها اگر میتونیم کمک کنیم باید کمک کنیم. اگر ما میتونیم یه نفر فقیره کمکش کنیم باید بکنیم. اگر یه کسی به طوری هستش که پول نداره ما بتونیم براش پول جور کنیم، اون خیلی کار صحیحیه. بالاخره ما اینجا اومدیم راجع به خدا صحبت بکنیم. خدا به ما یه دستوراتی داده که چیکارا بکن، ما طبق دستورات خدا بریم جلو و هیچ وقت هم وا نمیمونیم. هیچ وقت هر کسی اون برنامه های خدا رو انجام بده هیچ وقت وا نمیمونه. هر مریضی شما داشته باشید این مریضیتون از بین میره. عرض کنم بزرگتون که شما هر موقع سوالی برنامه‌ای داشتید خواهش میکنم تلفن بزنید. اون تلفن‌هایی که شما میذارید اون تلفناتون بیشترتون کار نمیکنه. اونایی که ما میتونیم باشون تماس بگیریم میگیریم، ولی بعضی هستن نیست. یه ایده میگن آقا جان ما برنامه شما رو نمیبینیم برای که دولت نمیذاره ما برنامه‌تون رو ببینیم. عزیز من دولت میخواد شما برنامه منو ببینید، برای که من دشمن کسی نیستم. من دشمن دولتی، آدمی، انسانی کسی نیستم. من برنامه دارم که شما کمک کنم و این سرطانو از رو بدن شما از بین ببرم و میبرم. 100% میبرم. خیلی تلفن میکنن سوالای عجیب غریبی میکنن، من باز با اونا وقت صرف میکنم، باشون حرف میزنم، آخر خط همشون من تشکر میکنم، همشون دعا میکنن. دوست عزیز شما اگه مریض هستی فکر کن باید خوب بشی، فکر کن باید این مریضی از بین بره و 100% هم همینه. الان به من گفتم 5 دقیقه بیشتر وقت ندارم. در صورت ببین عزیز من هر هفته میام اینجا، الان تقریبا در حدود 11-12 ماه من تو این تلویزیون هستم. تو این 11-12 ماه من تا اونجا که تونستم کمک کردم به مردم، مردم رو راهنمایی کردم. خیلی مردم از سراسر آمریکا، سراسر کانادا، سراسر اروپا، حتی شهرها، حتی روسیه به من تلفن شده. ایران، مرتب، تمام شهرستان، تمام مردم همه اینو سوال کردن. از سرماخوردگی تا سرطان، اید و برنامه‌های دیگه. تمام قرص‌هایی که من درست کردم و بهتون گفتم تمام اینا گارانتی و اپروو دولت آمریکاست. تمام اینا. و این مسئله شوخی نیست. شما این رو بدونید که این قرص ها در ایران هزارها نفر رو خوب کرده. من این اصلا نمیشناسم کیا هستن به من تلفن میکنم آقای دکتر من اینم، من اونم، من این اسممه، من اینجوریه. تلفن کردم دعا کنم، تلفن کردم تشکر کنم. من یه روزی میدید چکا میکنم، یه روزی من میام اینجا، من اینایی که من تلفن میکنم همه تلفناشون رو دارم. من به اینا تشونو میکنم تلفن کردن. تا اونجایی که تونستم من از اینا سوال میکنم. خانم، آقا، جوون، پیر، بزرگ، کوچولو، شما وقتی به من تلفن کردید من به شما کمک کردم یا نکردم؟
من شما رو سعی کردم راهنمایی بکنم یا نکنم، من سعی کردم شما رو بخندونم یا نه، اینا یه مسائل مهمی هستش. من اگه اجازه بدی یه دو دقیقه یکیشون تلفن کنم ببینم میتونم ایشونو گیر بیارم الان. اجازه بدی من هنوزم وقت دارم، فکر میکنم که من بتونم این خانوم رو بگیرم. این خانوم این شمارشه، اجازه بدی این رو. بله من الان، بله من اجازه بدی ببینم این خانوم میتونم بگیرم. متاسفانه اینو خواب هستن. در هر صورت من سعی میکنم به هر وسیله شده اینا رو بیارم بذارم که شما ببینید، با اونا من صحبت میکنم به جای شما و میذارم ببینم اونا چی میگن. سراسر ایران، سراسر اروپا، سراسر کانادا، یعنی یه روز این برنامه رو به این صورت انجام میدیم. آقا دیگه چقدر من وقت دارم؟ یک دقیقه؟ ما یه دقیقه بطر نمشون خدازی بکنیم. این آقای اندرو بزرگترین مهندسی که من میشناسم، خیلی با کلاس، خیلی خوب، خیلی عالی. آقای اندرو خیلی متشکرم. یادتون نره ورزش، غذای سالم، داروی سالم. با من کار دارید لطفاً تلفن بزنید، من در خدمتون هستم هر جای دنیا هستید. و خواهش میکنم شماره تلفنتون رو بذارید من بهتون تلفن میکنم. ولی بعضی از تلفن‌هایی که من میگیرم، اگه شما هم تو بتونید عرض کردم وایبر بگیرید، ترجمه یا تنگو بگیرید، به من تلفن بزنید، مجانیه، میتونیم با هم مرتب صحبت کنیم. من در خدمتتون هستم، متشکرم، ممنونم و شما رو به خدا میسپارم. خداحافظ.